من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این شنبه شب 21 بهمن 1357 تهران بیدار بود. مردم تمام شب بی اعتنا به حکومت نظامی در خیابانها با نیروهای امنیتی در جنگ و گریز بودند. نبرد میان همافران به کمک مردم با نیروهای گارد در نیروی هوایی ادامه داشت. نه سران دولت و ارتش می دانستند چه کنند و نه رهبران انقلاب می دانستند چه خواهد شد. حتی مهندس بازرگان که در مقر آیت الله خمینی سکنا گزیده بود. ما بیشتر ساعاتمون در همون مدرسه دبستان رفاه بودیم و اون شب کذا هم همونجا ما بیتوته کرده بودیم و بعد چون خیلی سر صدای تیراندازی شنیده می شد و خبرم می آوردن و احتمال هم داده می شد که حمله به خصوص به اونجا بشه، ما در یه خانه مجاوری در یه کوچه پایین تر رفتیم اونجا شب رو گذروندیم، ولی صبح که پاشدیم دیدیم نه، قضایا برعکس شد و الحمدلله ملت پیروز شده. صبح روز 22 بهمن دکتر بختیار در کاخ نخست وزیری بود. صبح وعده داشتم با آقای قرباقی، یه ترهید داده بودم که نه اجرا کنن، که با وجود اصرار بدره بیچاره کارشکنی این کرد و نگذاشت اجرا بشه. یه ترهی بود که حکومت نظامی را هر کس منع عبور و مرور را هر کس بشکنه آنن توقیف بشه و با خشونت، با دستمال ابریشمی هم نمیشه. این در شورای امنیت تصویب شد. بنا شد که برای اجرای این اگر اشکالی پیش میاد یک شب بعد ما اجرا بکنیم، ولی صبح روز بعد اگر اشکالی هست آقای قرباقی بیاد پیش من ساعت 8:30 صبح. من شب 3 دفعه بهش تلفن کردم، 3 دفعه جواب گنگ و مبهم به من داد که آدم فرستادم، تانک ها فلان جا هستن، چی هستن، چی هستن. ساعت 8:30 که بنده رفتم به دفتر سب کردم تا 9 شدم نیامد، چون او آسون بود برش، هلیکوپتر می آمد، دانشکده افسری 2 قدم بود. دو دل شدم که این چرا نیامده، چرا نشده اینا. هی ما تلفن کردیم، هی گفتم در یه جلسه مهمی. از روی بالکن چیدم دیدم گاهی صدای مسلسل میاد. ساعت 10 یک مقداری مکس کردم که چه باید کرد. به دو سه تا از دوستانم و به دو تا بختیاری اونجا بودن، اونا گفتم شما اتومبیل که من دارم، اتومبیل بلنده بود که مال نخست وزیرها بود و فلان اینا، او را با دو تا اتومبیل دیگه آماده دو بکنید، اون در اونجا را بگید باز بکنن، ولی تا زمانی که مسلسل تو بالای اتاق من نزنه من نمیرم از اینجا. ساعت 10:30 بود، قرباقی پای تلفنه. 22 بهمن روزی یک شنبه بود. گفتم که تیم صاحب چه شد؟ چه کار میکنید شما اونجا؟ گفت که جناب آقای نخست وزیر، ارتش اعلان بی‌طرفی کرده. اینه گفت. من رفتم در یک دنیای دیگری. گفتم بی‌طرفی ما بین کی و کی؟ بی‌طرفی ما بین قانون و بی‌قانونی؟ بی‌طرفی برای ایران و ضد ایرانی؟ چطور چنین چیزی رو من پیش بینی نکرده بودم؟ مرسی تیمسان، خیلی متشکرم، گوشه گذاشتم. مهندس کاظم جعفرودی از دوستان دکتر بختیار و مهندس بازرگان از تماس‌ها و مذاکرات آگاه بود. من رئیس دفترم رو هر نیم ساعت می‌فرستادم ببینم وضع نخست وزیری چیه. رئیس دفترم برای من خبر می آورد که نخست وزیری دارن محاصره می‌کنن و کسانی که اسلحه به دست دارن دارن هی محاصره نخست وزیری رو تنگتر میکنن. من واقعا نگران بودم. تا ساعت 10:20 دقیقه بود که تیمسار ارتشفوت قرباقی تلفن کردن، از من خواستن که ایشون رو در ارتباط با آقای مهندس بازرگان بگذارم. گفتن ما تصمیم به بی‌طرفی گرفتیم و سر جلسه رو همه عمرای ارتش امضا کردن. گفتم شما معنی این کار تصمیمتون رو میدونید چیه؟ یعنی مملکت دیگه تسلیمه. گفتن شما با آقای نخست وزیر تلفن کنید چون جان ایشون در خطره و مسئول جان ایشون شما هستید.
ایشون گفتم من حالا این کارو میکنم. من فوری با آقای منفذگان تلفن کردم، گفتم تیمسار ارتش بود غرباوی مایلن با شما صحبت کنن، من تلفن شما رو ندادم. گفتن دیگه نیازی نیست. گفتم چرا؟ گفتن اصلاً افتاده به دست انقلابیون. اعلان بی‌طرفی مهمترین تصمیم ارتش بود، تصمیم جمعی فرماندهان نیروهای مسلح به ریاست ارتش بود عباس قره‌باغی. صبح که خواستم که آقا بیایید، در اصطلاح نظامی میگوین که شورای ستادی تشکیل بدن، شورای ستاد تشکیل بدن، به من بگویید که چه وضعیت چیست الان، چون که نیروی زمینی جواب نمیده، تلفن‌ها رو جواب نمیدن. صبح سپهبد ثانی تلفن زد و گفت که تیمزار از نیروی زمینی، من به علت اینکه زیر دست تیمسار بودم و ارادت به تیمسار دارم، خواستم به تیمسار عرض کنم که با توجه به مذاکراتی که دیشب تا صبح ما در نیروی زمینی مشغول بودیم و بر وضعیت بررسی میکردیم، به تیمسار عرض کنم که تیمسار روی نیروی زمینی حساب نفرمایید. گفتم نفهمیدم، من اگر روی نیروی زمینی حساب نکنم پس روی چی حساب بکنم؟ گفت که همین چیزی که هست. گفتم خیلی زای تاسف. گفت کاملا صحیحه. گفتم بس بهترین راه این است که تمام فرماندهان رو احضار کنید، بیان شورای فرماندهان تشکیل بدیم تا ما بفهمیم که قضیه از چه قراره. در اون جلسه شورای ستادی فرماندهی عادی خودمون بود، نمیدونستیم که نتیجه این شورا منجر خواهد شد به چه چیزی. دونه دونه فرماندهان هر کدوم وضعیت خودشون رو تشریح کردن که نیروی زمینی گفت من از دست من کاری ساخته نیست، نیروی هوایی گفت من کاری نمیتونم بکنم، همافرا اینجا هستن نمیتونم از اختشون بر بیام، نیروی دریایی هم که البته در تهران کسی رندش کاری نمیتونست بکنه، فرماندار نظامی هم اون روز اونجا نبود که ببینیم که فرماندار نظامی چی کار میتونه بکنه و گزارشاتی رو که ما شنیده بودیم اونها رو گفت. ولی بحث های مفصلی که اونجا شد، یه ده از افسرات طرفدار این بودن که باید اعلان همبستگی بشود و یه تعداد طرفدار اعلان بی‌طرفی. در این موقع من گفتم که در نظر داشته باشید که علیزاده فرمودن که ما باید ارتش رو حفظ کنیم، ارتش برای حفظ استقلال مملکت ضروری است از نظر نظامیگری و سپاهیگری، با توجه به اوامر اعلیحضرت که دو دستگی نباشد. هر چقدر میخواهید بحث کنید بحث بکنید، ولی فکر میکنم که مصلحت ما این است که به اتفاق آرا یک راه حلی رو انتخاب بکنید. دو مرتبه بحث ها ادامه پیدا کرد، بالاخره اون تعداد اقلیتی که طرفدار اعلان همبستگی بودن، اونها هم طرفدار اعلان بی‌طرفی شدن. بعد از اینکه تمام شد، جریان آقایون گفتن که زودتر این ابلاغ بشه. من به مسئول روابط عمومی ستاد بزرگ دستور دادم که شما با رادیو تماس بگیرید، من از همینجا الان با نخست وزیر صحبت میکنم. من تلفن کردم به نخست وزیر که آی نخست وزیر، شورای فرماندهان بالاخره به این نتیجه رسیدن که اعلان بی‌طرفی بکنند. سلشگر وفا تلفن کرد که تیمسار الان رادیو بی‌طرفی ارتش اعلان کرد، ساعت 1:00 بود. با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:20 دقیقه روز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به ایوان‌های نظامی دستور داده شد که به پادگان‌های خود مراجعت نمایند. و این در حقیقت به این طریق وحدت و تمامیت ارتش حفظ شد و این اولا دستور اعلیحضرت بود، جلوگیری از خونریزی بود، جلوگیری از برادرکشی بود، مطابق نظر همه بود، مطابق مصلحت مملکت بود، مطابق اوضاع احوال اون روز بود این اعلان بی‌طرفی. بی‌طرفی ارتش به گفته مهندس بازرگان خواست انقلابیون هم بود. بله ما بی‌طرفی می‌خواستیم، یعنی قول و قرار و ترتیبی بود که از طرف تیمسار مقدم داده شده بود و یه طرف قضیه هم، اونو من مستقیما اطلاع ندارم، ولی یه طرف قضیه هم خود امریکایی‌ها بودن که اونها می‌خواستن که ارتش در این جریان برکنار باشه و این جریان انقلاب ایران بدون خونریزی و بدون فاجعه و اینا صورت بگیره. ما هم که خب همین می‌خواستیم، ما می‌خواستیم که اولا اونا هم ممانعتی با مسلسل و با تانک از اجتماعات و تظاهرات مردم نکنن.
خونریزی از مردم نشه و بعدم این با حد اقل آشوب و آشفتگی و خون و خرابی صورت بگیره. برای دکتر بختیار دیگر راهی نمانده بود. قبل از این که به من این خبر برسه به رادیو رسیده بود. تا ساعت 1:30 بعد از ظهر که دیدم نه مردم دیگه میدونن. وقتی نظامی‌ها خودشون اینطور بکنن دیگه چه قوایی میتونه جلوی دیگرون رو بگیره. و به همین ترتیب شد که من دستور یه هلیکوپتر دادم که بیاد در دانشکده نظام. در حدود ساعت 2 آمد. بلند شدم. 2-3 تا چیز خصوصی داشتم، برداشتم و رفتم پایین. رفتم پایین، خانم کلانتری گفت که کی برمیگردید؟ گفتم نمیدونم که ولی برمیگردم یه روز. بعد پله ها رفتم پایین. بعد پله ها رفتم پایین، رفتم دم در. رفتم در یه سربانی و یه دو تا درجه دار و 4 تا سرباز و این بر اون بر ایجادم. سلام داد. حالا تقریبا ما محاصره هم هست. یکی به همینا دست دادم. سوار اتومبیل شدم و 100 متر بیشتر نبود. آمدم توی دانشکده افسری. اونجا هم همین تشریفات. بعد یه هلیکوپتر بلند شد. گفتم عجب. ما آزادی خواستیم بدیم و این آزادی رو نمیخوام، چیکارش میشه کرد؟ یه حالت حزنی داره همچنین، ولی باور کنید مثل این که کوه دماوند که رو دوشم بود برش داشته بودن، بال داشتم دیگه تقریبا. در همان لحظات رادیو تهران حوادث روز را خبر میداد. به گزارش خبرنگار شهری ما، سرده هندوی تظاهر کنندگان به قرارگاه شماره 1 پلیس واقع در میدان سپه حمله کردند و آن را تومین حرب ساختند. ماموران پلیس پس از حمله تظاهر کنندگانی که عده زیادی از آنان مسلح به اسلحه گرم بودند، موفق شدند مقدار از عبارات و سلاحهای موجود در قرارگاه را تخلیه کنند. گزارش دیگری حاکی است که سرگاه امروز افراد پلیس و افسران پاسگاه کلانتری 18 در منطقه اکبرآباد حمله شد و در این درگیری تعدادی از طرفین کشته شدند. این خبر هم‌اکنون به دست من رسید. گزارشی که هم‌اکنون آمده است حکایت بر این دارد که قسمت تولید و آرشیو رادیو در میدان ارد توسط تظاهرکنندگان مسلح تومه حرج شد. یک مقام آگاه دولتی امروز گزارش داد تظاهرکنندگان طرفدار آیت الله العظمی خمینی امروز کاخ گلستان را اشغال کردند. پادگان اشرت آباد و قرارگاه پلیس نیز اشغال شده است. سربازان و نیروهای انتظامی طرفدار شاه در مقابل حمله تظاهرکنندگان مقاومتی از خود نشان ندادند. جانم نکن عزیز، از این که خبردار تون تون خوندم پوزش میگردم به دلیل این که خبر هر لحظه به دست من میرسید. با اعلام ساعت 14:15 با شما خداحافظی میکنم. از سراسر ایران هم اخبار مشابهی میرسید. سرگاه امروز مرکز رادیو تلویزیون سنندج برای دومین بار مورد حمله گروهی ناشناس قرار گرفت. امروز تظاهرات عظیمی در شهر همدان نیز به پشتیبانی از دولت بازرگان و به اعتراض به وقایع تهران برپا شد. از بامداد امروز هزاران نفر از مردم شیراز سیمانتریهای مختلف این شهر را به تصرف خود درآوردند. بعد از ظهر نیز شهربانی شیراز توسط مردم و با کمک هماپران نیروی هوایی تصرف شد و به طور کلی در حوادث امروز شیراز 34 کشته و 310 مجروح از طرفین به همراه داشت. در حال حاضر بیمارستانهای سازمان ملی انتقال خون شیراز احتیاج به خون منفی دارند. در همان ساعت فرمانده ارتش دکتر بختیار و مهندس بازرگان در خانه مهندس جفرودی در شمال تهران از قبل قرار ملاقات داشتند. اون روز قرار بود که این آیون نهار به منزل من بیاین. آقای نخست وزیر همراه آقای دکتر عباس قلی بختیار قرار بود از نخست وزیری مستقیماً بیاین. رفتن به دانشکده افسری، با تأخیر سوار هلیکوپتر شدن و در اقدسیه پیاده شدن. از اونجا با یک اتومبیل پیکان به محل اختفایی که قبلا پیش بینی شده بود رهسپار شدن. برای اینکه وقتی با من از اقدسیه صحبت کردن به هر دوی نهایون عرض کردم که در منزل من شروع جمعیت هست، آمدن این آیون به اونجا امکان پذیر نیست و دور از حزم و احتیاطه. به همین جهت این آیون رفتن به مخفیگاه. همون موقع من به تیمسار قره‌باغی که تلفن مستقیم از ایشون داشتم تلفن کردم. تیمسار شما با همراهان خودتون با لباس نظامی به منزل من نیایید، چون شناخته خواهید شد و ممکنه خطری متوجه شما بشود. تیمسار قره‌باغی به اتفاق همراه شادروان سپهبد ناصر مقدم
و گارد سیویل این آقایون با اتومبیل به منزل من آمدن. و قبل از این آقایون آقای مهندس بازرگان همراه آقای دکتر یدالله صحابی و مهندس عباس امیر انتظام منزل من آمدن. همراه این سه نفر آقایون عده ای از جمعیت شهر به اون خیابان سلطنت آباد ریختن و آقای خوب بیاد دارن که آقای دکتر یدالله صحابی به تقاضای آقای مهندس مهدی بازرگان چارپایی گذاشتن، برندگوی در دست گرفتن، جمعیت خواهش کردن از جمعیت متفرق بشوند و این اصطلاح رو به کار بردن که امروز روز سرنوشت این مبارزات و این خانه هم جلسه مهمی درش هست. خواهش میکنم از هول و هوش این خانه دور بشوید برای اینکه کسانی که باید در این جلسه شرکت بکنن بتوانند راه پیدا کنن به این خانه. به تدریج آیونی که بنا بود اون روز و انزل من بیاین آمدن، مذاکرات شروع شد. هر نیم ساعت یا سه ربع ساعت آقای دکتر بختیار تلفن میکردن از جایی که بود مخفی شده بودن و یا با من یا با آقای مهندس بازرگان صحبت میکردن. بعد خلاصه مذاکرات جلسه رو به اطلاعشون میرسوندم، نظراتی که داشتن ازشون میگرفتم، در جلسه به نام ایشون مطرح میکردم. ارتش بود قره‌باغی پس از اعلام بیطرفی ارتش به پادگان لویزان در شمال تهران رفته بود. ساعت 4 بنده رفتم که به لویزان، آقای جعفری تلفن کردن گفتن که تیمسار می‌خواستم که براتون برسونم که به دلایلی که شهر شلوغه هنوز آقایون بازرگان و بختیار نتونستن بیان، شما تأمل بفرمایید هر موقع که آقایون اومدن من به اطلاع تیمسار میرسونم، شما تشریف بیارید. گفتم بسیار. که ساعت تقریبا ساعت 5 اون وقتا بود تلفن کرد که آقایون منتظر تیمسار هستن، تشریف بیارید. به من گفتن که تیمسار خواهش میکنن که با لباس شخصی تشریف بیارید. گفتم یعنی چه؟ به چه مرس با لباس من چه مربوط هست و فلان اینها؟ و گفت استدعا میکنم به دلایلی که تشریف آورید عرض میکنم، به دلایل امنیتی. من گوشی رو گذاشتم، خیلی ناراحت شدم. سپه بود حاتم پلو من نشسته بود، گفت که خب چه اشکال داره؟ گفتم بیا چی میگم با لباس شخصی؟ گفت خب مثلا چه اشکال داره، حالا معنی نداره، شما با لباس شخصی تشریف ببرید چه اشکال داره فلان. گفت من لباس ندارم. گفت خب بفرستین بیارم. خلاص فرستادن لباس بیارن، همون در یک ساعت رفتن لباس آوردن، ما رفتیم پشت و لباس های نظامی در آوردیم، لباس شخصی پوشیدیم برای رفتن به اونجا. اتفاقا همین لباس شخصی یکی از دلایلی شد که تن بنده موند و من نجات پیدا کردم. تصادفات دیگه در هر صورت می در آوردن لباس شخصی پوشیدیم رفتیم بهشون، در باز شد دادیم آقا خودش اومد و دمید رو باز شد، ما رفتیم تو. گفتیم سر اول تشبه تو این اتاق من چند کلمه عرض داشتم قبل از اینکه تشبهت به جلسه. بسیار خوب، ما نمیشناختیم کجا با کجاست. اگر این هم نمیگفت خیلی هم دیدم اتاق همینجاست. ما رو برد که اتاقی رو نشست و گفت که آقای نخست وزیر، آقای بختیار استعفاشون رو فرستادن. من حاجواج من برای استعفا نمیدم اینجا. یک استعفا آقایون تایید کردن، یک استعفا ایشون نوشتن. ولی مشغول مذاکره هستن، حل میشه. گفتم که مگه آقای نخست وزیر نیستن؟ گفت نخیر. گفت که دور نیستن، همین نزدیکه هستن، به علت امنیتی ایشون نتونستن بیان. گفتم شما به من نگفتید که آقای نخست وزیر نیستن؟ گفت هستن، همینجا هستن، دور نیستن، ارتباط داریم، تماس داریم، همین نزدیکا هستن و الان توافق حاصل میشه و آقایون منتظر شما هستن. گفتم آقایون کیه؟ گفت بفرمایید فراین ها. خلاص ما رو هدایت کرد به اتاق، وارد اتاق شدیم دیدیم که 8 نفر نشستن اونجا. معرفی کردن که آقای دکتر سیاسی، آقای مهندس بازرگان، آقای دکتر صحابی، آقای امیر انتظام، آقای مهندس خلیلی و یکی دیگه که یادم نیست اسمش در کتاب هست. این آقایون نشستن اینجا و نشستیم و شروع کردن اینها به تحسین از ارتش. ارتش بسیار کار خوبی کرد و ارتش از ملت هست و ملت از ارتش هست و میخوان که جناب عالی کمک به ما بفرمایید که امنیت حفظ بشود. گفتم که امنیت حفظ میشود به شرطی که شما دستور بدهید یک اعلامیه صادر بشود که شما که نخست وزیر کرده خمینی، خود خمینی یا خود شما اعلامیه صادر بکنند که هیچ کس به سربازخانه ها تجاوز نکنه و احترام و حرمت ارتش رو حفظ بکنن، خود به خود امنیت برقرار میشه.
گفت چشم و فوراً ما میگوییم که این اعلامیه صادر بشود. بعد گفت که آقای بازرگان گفت که ما از تیمسار میخواستیم صدا کنیم، شما تیمسار از ما پشتیبانی میکنید، از دولت موقت پشتیبانی میکنید یا نه؟ گفتم که این تصمیم تصمیم من نیست، تصمیم تمام فرماندهانه و تصمیم فرماندهان اعلان بی‌طرفی است، نه پشتیبانی از دولت شما، و من خلاف تصمیم فرماندهان تصمیمی نمیتونم بگیرم. و بلند شدم و دو مرتبه اعلامیه رو تاکید کردم، گفتن که ما همین الان میگوییم که اعلامیه صادر کنن. خداحافظی کردیم، پاشدیم آمدیم. آمدم اتفاقا رسیدم که بعد از مدتی بلافاصله دیدیم که اعلامیه رو صادر کرد خمینی، هم خمینی اعلامیه صادر کرد هم بازرگان. این پیام را آیت الله موسوی اردبیلی قرائت کرد. اکنون که نیروی ارتش عقب نشینی و عدم دخالت خودشون را در امور سیاسی ابراز و پشتیبانی خودشون را از ملت اعلام کرده اند، ملت عزیز و شجاع با کمال مراقبت در صورتی که نیروی ارتش به پادگانهای خود رفتند آرامش و نظم را حفظ نمایند. اگر اخلالگران بخواهند فاجعه به بار آورند، آنان را به وظیفه شرعی و انسانیشون آگاه گردانند و به سفارتخانه ها حمله نکنند، و اگر خدای نخواسته ارتش باز به میدان آمد، واجب است با تمام نیرو و قدرت از خود دفاع نمایند. انجانب به امرای ارتش اعلام می کنم که در صورت جلوگیری از تجاوز ارتش و پیوستن آنان به ملت و دولت قانونی ملی اسلامی، ما آنان را از ملت و ملت را از آنان می‌دانیم. روح الله الموسوی الخمینی. نخست وزیر انقلاب هنوز در خانه مهندس جفرودی بود. ما هم در خانه خودمون نشسته بودیم، جلسه می‌کردیم که یکی از دوستان من از رادیو که متصدی رادیو بود تلفن کرد، خواست با آقای بازرگان صحبت کنه. گفتن ما بیاییم تو خونه شما دستگاه رو بیاریم باشون مصاحبه کنیم یا ایشون میان به رادیو. من مطلب رو به اطلاع آقای مهندس بازرگان رسوندم. آقای مهندس بازرگان گفتن نه، ما میریم به رادیو. با هم رفتن به رادیو و اونجا اون سخنرانی اون روز کردن. خوشبختم بودیم به منت مبارز و مسلمان ایران که امروز در راه پرپیچ و خم و پرگردنه انقلاب نجات بخش خود به پیروزی دیگری نائل شده است تبریک بگویم. جا دارد از کلیه آقایان افسران و سربازان نیز تشکر کنم. از طرف دیگر توصیه می نمایم همونطور که امام خمینی آتشیان را از آمد و ملت را از آنان دانستند، برادروار با افسران و سربازان رفتار نمایند. هموطنان عزیز لازم است حوصله به خرج داده مهلت بدهند تا دولت با فرصت و بصیرت و عدالت امور مملکت و موضوع مقام مسئولان را به جریان صحیح بیندازد. ملیحی که در آشفتگی و هرزمرز و رسواکگی نه تنها کارها صورت مسعود نخواهد یافت، بلکه خدای نکرده بدتر از گذشته و مصیبتبار خواهد شد. آخرین دولت نظام شاهنشاهی سقوط کرد و قدرت به حکومت انقلاب منتقل شد. همان شب اداره رادیو و تلویزیون را انقلابیون به دست گرفتند. اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب. توجه فرمایید. همکنون آخرین پیام حضرت آیت الله العظما امام خمینی رهبر جنبش ملت ایران
به سمع شما می رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از آیت الله خمینی، سایر رهبران مذهبی و سیاسی پیروزی انقلاب را به مردم تبریک گفتند، از جمله دکتر کریم سنجابی. نهبت مشایستگی و رشد خدا در این لحظات حساس تاریخی همچنان حفظ کنید و آزادی ملت را که با خون هزاران هزار جوانان پاک باخته وطن به دست آمده است بارور سازید. خدا جر و یاور ملت ارجمند ایران باد. چنان آقای دکتر سنجابی رو شنیدید. ساعت 11:03 است. شنوندگان عزیز، به پیام حضرت آیت الله العظما شریعت مداری توجه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف و غیور ایران، اکنون که در پرتو عنایت الهی و مجاهدات و مبارزات غیورانه شما تومار رژیم جبار در هم پیچیده شده و استبداد و استعمار آخرین سنگر خود را ترک گفته است، ضمن تبریک به عموم ملت ایران و شکرگزاری به درگاه خداوند متعال و تشکر از ارتش که به توصیه های مراجع اعظام گوش فرا داده و به ملت پیوستند، از سایر امرا و افسران و درجه دارانی که هنوز تصمیم بزرگ زندگانی خود را ابراز نکردند، مصرانه میخواهم به مردم بپیوندند. از مردم نیز میخواهم که هوشیارانه با هر توطئه‌ای مقابله نمایند و آن را منکوب سازند. آرامش را حفظ نموده اماکن دولتی و اسناد و مدارک را که متعلق به خود ملت است حفظ کنند که پیروزی نزدیک است. شهر به تصرف انقلابیون درآمده بود. ترس از اقدام ارتش نگرانی و شایعه آفریده بود و فرماندهان ارتش از بیم انتقام در تماس با رادیو بر بی‌طرفی و وفاداری خود تأکید می‌کردند. تیمسار بگلری جانشین گارد و تیمسار علی نشاط فرمانده گارد جاویدان طی پیام‌های تلفنی اعلام داشتند که افراد تحت فرماندهی آنها از لحظه اعلام بی‌طرفی ارتش از پادگان خارج نشدند. گارد جاویدان تندرستگی کاملمون رو با تمام مردم و ملت داریم و برادر مقرراتی که بعد شده برامون کاملا تابعیت داریم. میخواستم با کمال استقرار عرض کنم که گارد شاهنشاهی جز یک ملتی. من از شما استدعا میکنم اگر هر نوع خبری در مورد نیروی هوایی هست قبلا سؤال بفرمایید، بعد بفرمایید. در مورد قصد پیروزه هیچ مطلبی نیست، به هیچ کس حمله نکرده، بلکه تعدادی از آقایون هستن، جوان ها هستن که اسلحه دارن، در بیرون شادمانی میکنن و تیر هوایی آتش میکنن و این سر صدا یک مقداری بعضی از خانواده ها رو هراسان کرد. اگر محبتی بفرمایید و اظهار بفرمایید که این تیراندازی هوایی رو دیگه قطع کنن، اگر سران ارتش و مردم از خشم هم بیم داشتند، رجال سیاسی به گفته مهندس جفرودی حادثات روزگار را دوستانه پذیرفتند. در هیچ نوع مذاکرات قبلی یا اون روز مطلقا این آقایون خصمانه با هم صحبت نمی کردن، مثل دو دوست با هم صحبت می کردن، مثل دو پهلوان که پایبند اخلاق هستن. یکی ستاره اقبالش افول کرد، دکتر شاپور بختیار حکومتش سقوط کرد، یکی مهندس مهدی بازرگان که بعد از 30 سال مبارزه ستاره اقبالش اون روز درخشید و فردا صبح به مسجد نخست وزیری رفت. در پایان روز 22 بهمن ماه 1357 آیت الله خمینی رهبر ایران بود و مهندس بازرگان نخست وزیر. شاید آیت الله خمینی می دانست، وگرنه مهندس بازرگان و بسیاری از مردم نمی دانستند که بر جایگاه شاهنشاهی سرنگون شده پهلوی چه بنایی نهاده خواهد شد. شادمانی و شکرگزاری و امیدواری همه داشتند.
و هیچ کس اون زمان برگردان تاریخ و پیش آمدهایی که شد هیچ کس حرف نمیزد. شاید ما خیلی نگرانی ها رو حرف میزدیم و فکر میکردیم، ولی اونی که پیش آمد به عقل هیچ کس نمیرسید. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro SIRET. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.